اون صحبتی که اول برنامه داشتیم که نگاه به خلقت یه موقع اینه که تحت یک خالقی هست و یه خالقی خلق کرده، یا اینکه نه یک اتفاق تصادفی افتاده در اون نگاه داروینیستی و حالا نگاه بیگ بنگی، و اینکه شما حالا باید تنازع برای بقا کنی. یه موقع این در نسبت با آدمای دیگه هست، یه موقع در مورد مثلا حوادث و بلایای طبیعی هست، اونجوری که شما میگه. حالا ناظر به این قضیه، من منظورم بحث بقا بود. خب این بقا در یک معنای کاملترش میشه خلود، یعنی جاودانگی که این توی تمدن دیده و میخواد خودش رو جاودانه کنه توی این زمین. من باید یه کاری کنم که خلود پیدا کنم، باید جاودانه بشم توی این زمین با تمام قدرت‌ها. و جالب اینجاست که تعبیر قرآن هم همینه، میگه که و تتخذون مثلا لعلکم تخلدون، شما اصلا یه جوری خونه سازی میکردید، یه جوری ساخت و ساز میکردید که انگاری میخواید اینجا بمونید، بقا داشته باشید. متاع حیات دنیا رو خیلی جدی گرفتید. آره، اینو اصلا میخواید به خلود برسید. و جالبه اونجایی که حالا دو جا این فراز اومده بحث خلود، که ریشه این بحث خلود کجاست؟ اولا که اصلا میخوام بگم که این فریبی بود که از روز اول اصلا شیطان اینجوری فریب داد آدم رو. اونجایی که داره به تو سوره مبارکه طه به آدم میگه که ای آدم، میدونی چرا خدا نمیخواد که تو نری نزدیک نشی به این شجره ممنوعه؟ اونجا اینه که میگه که این باعث میشه که تو خلود پیدا کنی. ببخشید، توی سوره مبارکه اعراف، چون بحث کلا داستان شیطان و خلقت توی چند تا سوره اومده و آیات مشابهی داره، این بعضا تکرار میشه. ببینید توی آیه 20 سوره مبارکه اعراف اینجوری اومده که فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. حالا اینجا اون تعبیری که مد نظرم هست اینجاست، میگه و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، میگه خدا نهی نکرد شما رو از این درخته به جز این که شماها اگر نزدیک میشدید به این شجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، شما جاودانه میشدید. اصلا این درخت جاودانگی بود، یعنی از اون اول اینجوری وعده و به این طمع اومد فریفت و چیز کرد. و در یه جای دیگه در خود همین، ببخشید، در همین سوره مبارکه اعراف جایی که داره مثال میزنه بلعم باورا رو، که میگه که وطلو علیهم نبع الذی آتیناه آیاتنا. بلعم باورا در زمان حضرت موسی این یک شخصیتی بود که تونسته بود، حالا تعبیری که قرآن ازش میکنه توی آیه 175 این گونه اومده که وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. این یک شخصیتی بود که حتی در موضوعات معنوی و در معنویات این خدا بهش آیت داده بود، یعنی میخوام بگم شخص عادی نبود، این کسی بود که اتفاقا در حوزه معنوی و در ایمانی و قدرت معنوی به جای رسیده بود که بهش خدا میگه که ما بهش آیاتمون رو دادیم، آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اما چه اتفاقی افتاد؟ فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، این دنبال روی شیطان رو کرد، فاتبعه الشیطان. یا یه جوری اینجوری تعبیر کنم، معنی کنم بهتره، خودش رو منسلخ کرد، خودش رو مثل یک لایه پوستی از این آیات ما جدا کرد، شیطان افتاد دنبالش. اینجوری فاتبعه الشیطان، اینجوری معنی کنیم بهتره، شیطان افتاد دنبالش. فکان من القاوین، اقوا شد، به قوایت افتاد، دوچار قی شد در مقابل رشد. بعد نکته جالب اینجاست، میگه ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم، خدای متعال میگه ما رفعت میدادیمش، ولکنه اخلد الی الارض، اما اون خودش رو به زمین چسبوند، انگاری مثل میخ هست، خلود در زمین، چجوری اون خودش رو به زمین چسبوند چون میخواست خالد خلود پیدا کنه در زمین. و تبع هوا، یعنی اون خلوده چجوری اتفاق میفته؟ با تبعیت از هوا، اومد از هوای نفسش تبعیت کرد. چرا؟ چون میخواست ولکنه اخلد الی الارض، به زمین چسبید اون خلود، و این باعث شد که منسلخ بشه، جدا بشه مثل پوسته ای از اون آیات ما. پس اگر ما توی نگاهمون میگیم توی بازی
تمدن کی اتفاق میفته؟ اون سیویلایزیشن کی اتفاق میفته؟ جایی که شما به یه جایگاهی میرسی که به زمین میخ میشی، یعنی خلود میخوای دیگه پیدا کنی توی زمین، برای همیشه جاودانه بمونی. خب این محل اشکاله. اصلا بحث جاودانگی بشر روی زمین امکان نداره اتفاق بیفته، کما اینکه برای سایر اقوام پیشین اتفاق نیفتاد، برای سمود اتفاق نیفتاد، برای عاد اتفاق نیفتاد. اصلا خدا متذکر شده گفته و اینا هم میخواستن خالد بشن، خلود، اینا متمدن بودن، تمدن ساخته بودن. بله. ولی نتونستن این کارو بکنن. از فرعون ذی‌الاوتاد که داره میگه که آقا این ویژگیش اینه که صاحب میخه، یعنی ویژگیش اینه که میتونه بشریت رو و تمدن میخ بکنه به زمین، رو میخ کنه به زمین. چرا؟ چون اصلا فراعنه همیشه دنبال این بودن که روی جاپای محکمی پا بذارن و از رو اونجا بسازن بیان بالا. ارم از ذات الاماد، اصلا اون ستون‌ها و اون استحکام ظاهری زمین رو یک سرمایه‌ای بکنن. مثلا اون گفتید که این هرمه، بله، جامعه سازی که این خودشو به این ملک، این رو بیاد محکم میخ کنه، این ملک محکم خودشو میخ بکنه. حالا زل اوتاد بودن یه بخششون، اهرام ثلاثه سازی بخشم، این که اصلا این همه رو میخکوب میکرد. و اساسا ویژگی فرعونه، میگه آقا صاحب میخ چه ویژگی، چه کارکردی داره؟ اینه که شما به یه چیز محکمی، ظاهرا محکمی متصل میکنی. بله. ساعت رو شما به دیوار بزنی، میزنی به یه جای محکمی مثل دیوار دیگه. این بله. ساعت که هر لحظه میتونه بیفته به اون میخ وصله. فرعون هم میاد شما رو در واقع و کسانی که ویژگی فرعونی دارن و تمام تمدن‌های شبیه فرعون همشون میان. حالا اون سمود یه جاب و صخر بلوار، بلوار. بله. یعنی میره این کوه رو میشکافه، کوه رو میکنه که میره توی همچین جای محکمی. یا مثلا سمود که در واقع عاد که میاد ستونهای بله. محکمی میسازه و این ستونها رو میکنه نمادی برای این که خیلی ما محکم و برای موندگاری، برای بقاء. بله. و اینجوری نبود که اونا دنبال تمدن نباشن، اتفاقا اونا هم بودن دیگه، برای این موندگاریه و تثبیته و رویه اینا به صورت جمعی که تمدن گفتیم دیگه، این سبک زندگی جمعی اینا شد موندن روی زمین. و ذهنیت فرعون ها و فرعونه اینه که آقا زمین خیلی جای محکمیه، در صورتی که خدا میگه آقا از زلزله الارض زلزله. بله. زمین خیلی محکم نیست، زیر پاتون ممکنه لحظه بلرزه، اصلا زلزله نماد همینه. و این زلزله یعنی این که آقا به جای بدی تکیه کردی، تو اصلا پایه و اساست اینجا نیست. بله. حالا این پایه اساس بعد کجا باشه میتونیم تو انتهای بحث بهش برسیم. بله. یه نکته دیگه ای هم که ما توی نگاه قرآنی، حالا ما اسامی اینا رو آوردیم، سمود رو گفتیم، نمیدونم عاد رو گفتیم، فرعون رو گفتیم، این اساسا فکر نکنید که یه چیزی بوده که جاری و ساری بوده و اینها. این نگاه کاملا نگاه قرآنیه. یعنی من حالا من مطالعه دقیقی شاید روی کتابای مثل حالا ورژنای تعریف شده در اختیار ماست، مثل انجیل و نمیدونم تو اینام بکنیم، نمیدونم چی اون همین نگاه بوده، ولی اونجوری که علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان میارن میگن که این نگاه تمدنی و جمعی، چون اون بحث و موضوع سرنوشت جمعی که تمدن ها دارن، بله، این نگاه فقط تو قرآن مطرح بوده و مطرح شده، یعنی تا قبل از این اصلا سابقه ای نداشته. بله، اصلا نگاه به اقوام و نگاه به امت ها. شما اصلا کلمه عاد رو یه جوری قرآن به کار میبره، انگاری داره به یه نفر صحبت میکنه، انگار داره در نفر صحبت میکنه، انگار داره در مورد مثلا هامان صحبت میکنه. خب هامان یه فرد بوده، بعد میگه دیگه عاد، بعد عاد شما میگید مطالعه میکنید آقا اینا قوم پیامبری ان. بله، قوم هود. قوم هود و این قوم هود اساسا یک سرنوشت جمعی براشون مترتبه و این برای قرآن مهمه. میگه اینا عاد اینجوری بود، جاوه بله. سخر فلواد بله. مربوط به سمود بود، اینا نمیدونم ستون میساختن، همشون با هم داشتن میساختن، یعنی یک حرکت جمعی برای اینا مترتبه، یک سرنوشت جمعی برای اینا مترتبه. و این نگاه حالا شما میبینید که توی بازی تمدن هم داره شبیه سازی همین نگاه جمعی قرآنی رو که در اصل این ریشه در نگاه قرآن داره، این برآمده از نگاه قرآنیه که واسطه پیامبری، یعنی پیامبر خاتمی که اومده این نگاه رو بشریت بده. بابا برای شما باید نگاه جمعی خیلی مهم باشه. من اینطوری بگم نجات بده که تموم شد رفت. حتی تو بحث تقوا که شما گفتید بله. یه جا میگه ان نکرم، حتی اون قبلش هم میگه ناس بله. این مردم
ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه جا دیگه میاد میگه چی؟ ولا ان اهل القرى امنوا واتقوا، احسن، یعنی تقوای اهل القرى، احسن، یعنی یک جمعی اگر تقوا پیدا بکنه نه یک فرد، میتونن نجات پیدا بکنن، میتونن به عنوان یک تمدن، بله، به عنوان یک گروهی از افراد که یک سرنوشت مشترکی دارند نجات پیدا بکنن و برکات از آسمان و زمین بر اونها جاری و ساری بشه. این نگاه را هم خواستم شما توجه بدید. و اینکه من یادم تو صحبتی که با هم میکردیم شما در مورد سوره روم صحبت کردید، بله، سوره روم، بله، سوره روم هم همینه، یعنی روم وقتی در قرآن گفته میشه مثلا، بله، قلبت روم مثلا پیدا شد، روم هم یک تمدنه، یعنی در واقع مشابه تمدن فعلی حاکم در جهان مسلط در عصر امروز که میشه تمدن غرب، که الان دارم افول پیدا میکنه، ضعیف‌تر میشه، بله، شبیه این در گذشته بوده، یعنی روم بوده دیگه. قرآن هم در روم چه صحبتی میکنه؟ بله. چه نکاتی رو میگه که موارد مهم تمدنیه و عمده اینا در بازی تمدن بهش کم توجهی شده؟ بله، و میشه از این زاویه اصلا مطالعه کرد. بله، حالا من اول اون آیه که شما خوندید رو بگم، آیه 96 سوره مبارکه اعراف بود که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اما این کار نک جمعی اینو تکذیبش کردن و همچین چیزی رو نپذیرفتن، پس فاخذناهم بما كانوا يكسبون، پس ما هم اینها رو اخس کردیم، که حتی دو تا آیه بعدش هم آیات عذاب میگه اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، میگه آیا ایمن هستن اهل همین قریه هایی که تکذیب کردن از اینکه یه دفعه‌ای باس ما، یا حالا اینجا میشه تعبیر عذاب کرد، اون عذابه یه دفعه‌ای توی روز، یه دفعه‌ای توی شب بیاد، بياتا، در حالی که اینا در خانه هاشون هستن و هم نائمون، اینا خوابن، یا او امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا زحن و هم یلعبون، میگه آیا ایمنن از اینکه یه دفعه اون باس یا عذاب ما بیاد توی روز در حالی که اینا مشغول بازی ان، یلعبون، تعابیر بسیار عجیبی هست، یعنی اصلا اونجای انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یعنی یه بار به نظرم پیشنهادم اینه که خیلی خوبه که حالا اینجا اون میخواد بگه که طبیعت این رفتار طبیعته و ما باید بقا داشته باشیم در مقابل این، که طبیعت هم یه موقعی خشن میشه، ولی یه موقعی میگه شما ایمنی از این که یه دفعه عذاب خدا توی روز بیاد در حالی که داری بازی میکنی، یا توی شب بیاد در حالی که خوابیدی. بعد میگه اف امنو مکر الله، آیا شما از مکر خدا ایمنید؟ فلا یعمنو مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط قوم، باز میگه قوم خاسر، میگه قوم خاسر فقط خودشو ایمن میبینه از مکر الله. خب اینجا هدف چیه؟ هدف اینه که حالا تو این مکر خدا، من یه نکته‌ای رو خواستم بگم. ببین شما اینجا خدایی که باش طرفید و خدایانی که باشون طرفید، یکی مثلا اطلسه که مثلا مجسمه زمین رو نگه داشته و خلاصه کاملا منفعله، یه جوری خدای ساعت ساز دیگه، چون خدای یهود خدای ساعت ساز، بله، خدای یه چیزی رو ساخته کوک کرده ولش کرده و حالا خودش که خودش دیگه داره کار میکنه، دیگه کاری نداره، کاملا منفعله. خب این اومده همچین خدایی رو توی بازی تمدن معرفی کرد، این خیلی مهمه، بله، هر روز این دومه رو دیدی، این نماد بازی رو دیدی، برای سوالش رو دفتی بررسی کردی، خب این برای شما اومده از نظر ایدئولوژیک و انتولوژیک نگاهی خود بازی هم داره، اومده رو بینی اون اطلس وایستده داره بازی رو، یعنی تمدن رو میسازه، این اطلس هم کاملا بدون تحرک این زمین رو بر گرده خودش داره میکشه تا این بشریت از عدم تأهل، از بدویت به حالت تأهل برسه و به تمدن برسه. خب این نگاه، یعنی خدایی که اصلا مکر نداره، اصلا مکر کجاست؟ اصلا خدایی نیست که مکر کنه، خدا کاملا ما حسودی که اینجا داره میگه و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین، این معناش خیلی مهمه. من خواستم یه توجهی از این زاویه بدم، وقتی شما دارید این آیه رو میخونید معنای سادهش این میشه، من اگه اشتباه میگم شما فهمینو مکر الله فلا یمنو مکر الله الا القوم الخاسرین، حالا شما بله، اینکه شما از مکر خدا امان نیستید، یا خدا خودش بهترین مکروا و مکر الله، یعنی چی؟ سادهش این میشه، یعنی بابا اگه میگید مثلا ما کلاهبرداری بلدیم، تای کلاهبرداری بلدیم، خدا تای کلاهبرداری، تای کلاهبرداری، اینجوری میشه تو میگی من گنگسترم، خدا تای گنگسترای عالمه. خب احسن، تو میگی اگه من آدم خلافکارم، من نمیدونم خیلی قدرتمندم، من نمیدونم هر کاری همه اینها توی بازی خداست. خب
خدا ته همه اون خلافکارا و آدمای مکار و آدمای هیله‌گره. خب شما اگه یه نفر بشناسید توی محله، توی شهری که بگی آقا این آدم ته خلافکاره، نمیشه از این آدم بالاخره اینو دورش بزنید بپیچونیش، ازش حساب میبرید دیگه. غیر از اینه، شما وقتی اون خدا رو تبدیل کردی به یکیس مثل اطلس که تایتانه، بعد کاملا منفعله، فقط براش مکش قائل نشدی که او این تش... مثل اینکه حالا اینایی که میان مثلا علیه خدا دسیسه میکنن، فکر کنید حالا این مثالی که میشه زد اینه که مثلا شما بشینید توی فرض کنید این پیام رسان هایی که در اختیار به قول من رو سازمان های بالاخره اطلاعاتی هستن به برشون اشراف دارن، شما بشینید مثلا تر براندازی اون حکومتی رو که خلاصه اون سیستم خودش چارچوبشو چیده، خودش اون پیام رسان رو طراحی کرده، شما بشینید توی اون برنامه براندازی بشینید علی خودش. خب شما وقتی برای خدا میخواید بیاد مثلا برای اینکه دین خدا رو یا پیامبر خدا رو ناکام بذارید، بشینید طرح بریزید براندازی کنید، دارید با ابزارهایی خدا به شما داده، یعنی با همون سیستم‌های پیام رسانی که خدا به شما داده دارید با اونها مکش می‌کنید، با همونها دارید کلک می‌زنید. خدا اگه بخواد به این جنبه‌ها وارد بشه، خودش ته این کاراست، خب نمیذاره شما به نتیجه برسید. والله خیر ماکری، بله ته گنگسترای عالم، یعنی گنگسترین گنگستر عالم شما برید پیدا بکنید، از همه خلافکارتر. خدا اگه پاش بیفته از اون میتونه از اونم فراتر عمل بکنه. خب وقتی میتونه فراتر عمل بکنه، شما ازش حساب ببرید دیگه. ولی اینجا شما میبینید که شما خودتو ایمن میبینی، ایمن میبینی و اتفاقا دقیقاً یکی از نکته‌های خطرناک بازی همینه. ببینید میگه که فلا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی یه موقع شما واقفی به این مکری که داری انجام میدی و میترسی، یعنی ته دلت میدونی که من ایمن نیستم، الان ممکنه یه دفعه یه اتفاقی بیفته و من چیکار کنم. اما کاری که بازی میکنه با شما چیه؟ اینی که شما رو ایمن میکنه در مقابل مکر خدا. اصلا میگه با چی؟ با سخیف کردن جایگاه خدا در حد یه اطلس، یه تایتان، در حد یه خدای ساعت ساز. اون ابزارهای خدا رو همین کارو باش میکنه. مثلا شما میگه که تو بازی یه دفعه آتششون شروع میکنه فوران کردن، میگه خب حالا آتششون فوران کرد، تو چارت کارگر بفرست ببر اونجا رو جمعش کن و اینا رو بسازه. نمیدونم بهمن اومد و نمیدونم کولاک برف سیل اومد و سیل اومد، تمام اینا توی بازی تعبیه شده. این قسمتی که همین گدرینگ استورم، تمام اینها اومده تو بازی اومده و وارد شده و شما کاملا اتفاقی یه دفعه ببینید اون پنجره مبراتور رو باز میکنه، بله فلان جا سیل اومده، اینجا آتششان فبران کرده، اونجا نمیدونم کولاک شده، اینجا سیل اومده، بعد از همه مثلا تقاضای کمک میکنن، جامعه جهانی بیاد کمک بکنه بدون اینکه توجه بکنه و توجه بشه که بابا اینها ابزارهای خداست برای اینکه به عنوان خیرالماکرین اونایی که دارن مکر میکنن میخوان اون دین خدا رو، اون پیامبر خدا رو در واقع به نوعی بهش بی‌توجهی بکنند و به اون بلایای خدا میاد میفرسته و شرایطی که ایجاد میکنه. حالا بلا هم انواع داره دیگه، بله. خود قرآن میگه یک جنس بلاست برای اینکه اینا به تضرع برسن، برای اینکه اون حرف پیامبر توجه کنن، ولی یک جنس بلاست بعد از اینکه بهشون امکانات میده خدا، یعنی دیگه وقتی بله. که ازشون به نوعی قطع امید میکنه بهشون امکانات فراوان میده، اینا میرن و اتفاقا آره اینم توی سوره انعام هست دیگه، میگه اتفاقا حالا میفرسته. آره میگه که بعد از اینکه اتفاقا اینا تکذیب کردن، توی آیهش من خود آیه رو بخونم، میگه فلما نسو، آیه 44 سوره مبارکه انعام، فلما نسو ما ذکروا بهی، موقعی که فراموش کردن اون چیزی که بهش تذکر داده شدن، متذکر شده خدا بهشون ده. که فتحنا علیهم ابواب کل شی، اتفاقا دیگه درهای آسمان همه بهش باز شد، ببخشید ابواب همه چی بهش باز شد، ابواب کل فراوانی، بله. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، موقعی که اینقدر، حالا تعبیر فرحه توی معانی میگن، ببخشید اصطلاحا میگن طرف خرکیف شد، یعنی دیگه شبیه دیگه اوج شادی. سوره فجر فکر میکنم هست دیگه، درسته اگه اشتباه نکنم، حالا شما تصحیح کنید که میگه چی، و اذا
ربی اکرمن. بله بله همونه. وقتی که بله خدا به من میده، بله میگه فکر میکنم خدا من خیلی ازا مبتلاه و علیه، میگه الان آیهشو بخونم، شبیه همین فرهوه. بله بله، یعنی آقا ما دیگه خیلی وضعمون خوبه دیگه، خدا هم داره همجوری میده، ما خیلی اون دمون گرم و دیگه مشغول اون، بله اون فره و اون کرامت خیالی میشیم. بله میگه میگه و هم و فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. میگه خدا موقعی که نعمت بهش داد، این دیگه فکر کرد که مثلا الان به قول شما یه حالت فرحناکی و آره. ولی واقعا میگم این بحث فرحه یعنی تعبیرش اینه، یعنی یک شادی عادی نیست، مصدر سرور و مسرور شدن نیست، در حد کیف عالیه که حالا اون تعبیر خر کیف من گفتم. میگه موقع که به اون فرح رسیدن اخذناهو بغتتن، یه دفعی ما اخذش میکنیم بغتتن یه دفعی و فاذاهم مبلسون. مبلسون هم ابلیس، مبلسون میگه کمال یأس و نامیدی میشه، یعنی یه دفعی اصلا ناکام میمونه در اوج نامیدی. میگه حالا عذابهای اینا رو که وقتی میاد عوام، مثلا همون قومی که ستونهای عجیب غریب میساختن، اونا مثلا عذابشون در قالب باده، همونی که اتفاقا اینا برای ساخت و ساز کردن که محکم بمونه، مثلا نلرزه و خیلی محکم باشه اینا، مثلا باد میاد، باد میاد. بله یعنی یا فرعونی که ذل اوتاد بود، یعنی دنبال این بود که خودش و قومش رو روی زمین میخ بکنه، اصلا جایی از دنیا میره که پاش روی زمین نیست، وسط رودخونه پاش روی زمین نیست، وسط رودخونه دریا روی هواست، اصلا قشنگ یه حالت معلق و تعلیقی که بعد همه هم میگن بابا مگه میشه فرعون، چون ادعای خدایی میکنه. بله. مگه میشه فرعون غرق بشه؟ حالا انا ربکم الاعلا. نه فرعون غرق نشده، فرعون خودشو نجات میده. بعد اصلا اونجا تو ادامهش میگه نه تنها توی آب از دنیا رفت، بعدش هم این رو جسدشو نگه داشتیم، آره که آب توف کنه بیرون. بله. کمه ببینن که آقا این کارش تموم شده، دیدید این مرد، فکر نکنید این نه اینکه این آره این دیگه رفت و نمیمیره. آره این دسته و جالبه تو به شکل عجیبی یک آیت مشخصی برای اینکه نمیتونی فرار کنی. و جالبه اون آیه بعد همین آیه که تو سوره انعام خوندم میگه فقط ادابر القوم الذين ظلموا، اصلا ریشه‌کنشون کرد، قطع کرد، دابر یعنی ریشه، از ریشه قطعشون کرد. هرچی ما اینجا بحث خلود رو میگیم به زمین چسبیدن اینا، اینا میگه اتفاقا از همون ریشه زد. حالا اینجا این ریشه، اون بحث شجره هم به ما نشون میده. احسن اون بحث شجره، آره شجره هم ویژگیش اینه که میره توی زمین ریشه میدونه. حالا از اینجا به این محکمی مگه تکونش میتونه چیزی بده؟ ولی خدا میگه من از ریشه اصلا میزنم. آره چرا از ریشه میزنه؟ ببینید تو سوره مبارکه ابراهیم اونجایی که داره مثال میزنه کلمه طیبه رو با کلمه خبیثه. بله. خب حالا من باز یه پرانتز اینجا باز کنم. بله. ما داریم در مورد بازی تمدن صحبت میکنیم، یعنی شما تمدن‌های مختلفی تو تاریخ اومدن و رفتن و همه اینا بعضیشون مثلا شما میتونید برید همین کلوپاترا رو انتخاب بکنید، میتونید برید یکی از این فرعونا رو انتخاب بکنید، اصلا با تمدن مصر کارو به جلو داشت، چون تمدن مصر به اون معنا بین رفته. ولی شما میبینید تو تمدن با اینا بازی میکنید. نه بابا اینا بازی نیست، اینا کاملا جدیه، یعنی شما کاملا واقعیته، حساب و کتاب داره در مورد اینو صحبت میکنه و در مورد عواقب اینها چه بلایی سر این اومده، چرا اینجوری، ما داریم همه اینو، این حساب داره پشتش، ولی توی بازی همه اینا رندوم شد و همه چی بازی یه دفعه یه اتفاق افتاد و همینجوری تصادفی بود و یا تمدن اومد و تمدن بنیان‌های ایدئولوژیک شما رو ریشه کن میکنه. اما قرآن داره اصلا داره تحریف جهلانی و اون جهل و اون جاهلیت رو، حالا من خواستم بر وضع عقلانیت بگم. آره. جهلانیت، اون جاهلیت رو من دارم ریشه کن میکنم و دارم جاهلیت رو به شما توجه میدم. آقا حواستون به این جاهلیت باشه، اگر شما برید سراغ جهل، اگر شما برید مشغول اون جهالت خودتون بشید، تقوا رو کنار بگذارید، عقل رو کنار بگذارید، تهش میشون شما رو از یه جایی میگیرم و ریشه‌کنتون میکنم که خودتونم نفهمید. بله اتفاقا همون جایی که بازی هر جوری دلتون میخواد ببرید جلو، همتون هم با هم دیگه فکر کنید، حالا از کلوپاترا شروع بکنید یا از روزولت، هر کدومو که انتخاب بکنید در نهایت میتونید وارد عصر آینده بشید و بله نمیدونم و نهایتا هم غربی میشی، خلود رو داشته باشی. بله نهایتا هم غربی میشی و میخوای خلود پیدا کنی. و چرا این از ریشه قطع میشه؟ چون اصلا ریشهش ثباتی نداره توی زمین. کجا خدا اینو میگه؟ توی سوره مبارک ابراهیم مثالی که خدای متعال میزنه آیه 24 و 25، مثال
کلمه طیبه هست که علم تر کیفه ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه، کلمه طیبه مثل شجره طیبه، مثل درخت طیبی هست که اصلها ثابت، اصلش ثابته و فرعها فی السما، فرعش در آسمان هست، در سما هست، که حالا روش صحبت میخوایم بکنیم که اصلا این بحث خلود در زمین چه نگاه مقابلی داره، بلکه نگاه آسمانی هست، یعنی قرار گرفتن در آسمان، نگاه آسمانی که حالا بحث میکنیم ان شاء الله در موردش. و نه تنها اصلها ثابت و فرعها فی السما، بلکه تؤتی اکلها کل حینن به اذن ربها، این دائم میوه و بار خودش رو میده به اذن پروردگارش، این کلمه طیبه ای که مثل درخت طیبه ای میمونه. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون، اما در مقابل و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض، یعنی که اصلا از زمین کنده شده، بالای زمینه، معلقه، ما لها من قرار، اصلا ادامه هست، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اصلا قراری نداره، اصلا این در زمین نیست. حالا این که اینها هی ادعای اینو دارن که خب ما بیایم تمدن رو میخ کنیم به زمین، خب یعنی ما با این تمدن سازی میتونیم اینو بکوبیمش تو زمین و در زمین جاودانش کنیم، میگه بابا این اصلا قراری نداره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، بلکه چه کسی تثبیت میکنه؟ کسایی که ایمان آوردن و خدا، الله، با چی؟ با قول ثابت، هم در حیات دنیا هم در آخره. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. پس نتیجه‌ای که میگیرم اینه که اینها از ریشه زده میشن، اصلا چون ریشه‌ای ندارن، یعنی این تمدن صرفا یک خلود مبتنی بر توهمه، یک توهم موندگاری تو زمین، وگرنه امکان نداره که بشر بتونه خودش رو در این زمین موندگار کنه. خود استحکام زمین یه جوره اینگار توهم وقت شما توی سوری واقعه مثلا میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، یا اونجایی که به قول شما قسمت اولی بله. سوری واقعه که میگه هبا منبثا و کانت هبا منبثا، از بله. تفسیر میگن که و کانت وقتی اومده انگار اون اولش هم این کوه ها یه جوری بود که هوا بوده. بله، یعنی استقرار نداشته، تو چشم شما خیلی محکم دیده میشده، شما تصور میکردید که اینا خیلی محکمه. استحکام اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بس فکانت هبا منبثا، رجت الارض رجا یعنی که زمین از هم پاشیده بشه، رجت الارض رجا و مثل هبا منبثا، جالب، هبا به ذرات غبار میگن، یعنی یه چیزی، یعنی در حد ذرات غبار پراکنده شدن. آره یه ایلوژن اصلا کامل توهمه که ما فکر می‌کنیم این کوه چقدر محکمه، این اهرام سلاسل هم اومده شبیه این کوه ساخته، بله. چون تمدن مستحکم مستقل، شما این برجایی که توی آمریکا مثلا توی نیویورک همسالم ساختن، شما از بالا که اینا رو نگاه میکنه، فیلمایی که ساخته میشه و اینا، اصلا تصویرایی که تو خود بله. بازی هست، این هی تصاویر به قول شما لانگ شاتی که از بله. کل بازی میگیره، از به قول اون صحنه اول بازی یک استحکامی میبینی روی زمینه. آره روی همین زمین داره و این زمین هم روی دوش اینه و خیلی جالب تو بازی توهمی که هست اینه که حتی این زمین رو که توی عالم واقع شما می رو هواست، خود زمین رو هواست، خود این آیت دیگه بله. خدا میگه با من با ستون هایی که شما نمیبینیدش اینو نگه بله. داشتم، ولی تو بازی برای اینکه یه حرکت فرعونی انجام بده همین زمین رو هم رو دوش یک تایتان گذاشته، بعد خود این تایتان هم روی زمین دیگه است. آها خیلی نکته است بله. یعنی میگه آقا این زمینه رو فکر نکن که رو هواستا، این رو دوش تایتانه، این تایتان هم روی زمین دیگه است. در حقیقت این تایتان محکم میشه روی توهمی که یعنی هم شده برای یک توهم دیگه، بر اساس وهم داره، وهمیت داره این بازی بنمایه شکل میگیره، در صورتی که شما میدونید که کره زمین در عالم واقع روی حواس واقعا، یعنی هر آن ممکنه، یعنی اگه خدا اراده بکنه این ستون ها زمین رو نگه ندارن، این زمین امکان اینو داره که از مدار خودش خارج بشه بله. و اتفاق خودشون میگفتن، میگفتن این سیاره که این تیک سیاره که داشت میمه سمت زمینه که به زمین برخورد میکرد، بعضی موقع از این صحبت ها میشه دیگه، نگران میشن همه این کسایی که اختر فیزیک میدونن اینا، آقا این نخوره به زمین، اگه به زمین بخوره
برقرار در واقع برخورد بکنه این زمین یک درجه دو درجه از مدارش خارج بشه دیگه کلا حیات بر روی زمین از بین میره. اینها همه چیزاییه که همه اینا دارن در موردش بحث میکنن تو اکتفیک دندن است بله. صحبت میکنن و شما میرید تو بازی متوهمانه اومده اینجوری نادیده گرفته میشه، همه چیز رو بر گرده اون تایتان اومده، یعنی اصلا انگاری بستر دائمی هست برای اینکه اینها بر روش زندگی کنن و بقا پیدا کنن و حالا بس. خب اگر این روی زمین نمیتونه بمونه و موندگار بشه، پس ما توی نگاه ما تکلیف اون انسان کامل چیه؟ اصلا اون گفتم اون نقطه پایانی که ما برای تمدن میبینیم، اون رؤیایی که ما میبینیم برای تمدن، اینها که میگن خلود در عرض و این بهش میرسیم که امکان نیست، این امکان نداره، این توهمه. همونجوری که برای روم این اتفاق نیفتاده، برای هیچ قومی اتفاق نیفتاده، برای روم بله، تو سوره روم حالا بله اینو می‌خواستم اشاره کنم، بله اینو می‌خواستم بگم که دقیقاً یعنی اون بحثای جهان بینی میگه قلبت روم، یعنی بله. روم پیروز شد، اما این پیروزی پیروزی ماندگاری نیست، این پیروزی پیروزی موقته. بله چون دقیقاً من موقعی که موضوعها و مؤلفه‌های مختلف بازی رو داشتم بررسی می‌کردم، با مثلا این آیات و اینا تطبیق میدادم که خب این چه تناقضایی داره با بعضی از آیات، جالب بود خیلی از این آیات رو تو سوره روم دیدم. خب مثلا اونجایی که همین آیه رو خوندم دیگه، مثلا اونجایی که میگه اولم یسیرو فل از فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که گفت وعصار الارض و عملوها اکثر من ما عملوها، این تو سوره روم همون ابتدای آیه 9 هست. یا آیه 7ش میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، یعنی یک ظاهری از دنیا رو فقط میبینن و بهش ال پیدا میکنن و از آخرت غافل میشن. بعد میگه اولم یتفکر فی انفسهم و ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. تازه خدا توی بحث خلقت آسمان ها و زمین هم میگه اینها موندگار نیستن، اینا تا اجل مسمایی هستن، یعنی براشون یک بازه ای تعیین شده، شما نمیتونی فرار کنی، این خلق شده تا یک اجل مشخصی هست، همیشه اینجوری نیست. این عرض حالا مشخصا اینجا، حالا خدا سماوات هم میگه خلق الله سماوات و عرض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، تا یه اجل مشخص، تا یه مدت زمان مشخص. بعد در ادامه اصلا بحث اون الله یبدا الخلق ثم یعیده، خدا یه خلقی رو ابتدا کرده و آغاز کرده و دوباره این خلق رو اعاده میکنه، بر میگردونش. بعد اونجا آیه قبلش هست ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، یعنی همزمان این همونطور که بحثای خلقت و بحثای اون جهانبینی هستی شناسی داره توی سوره مطرح میشه، گریز میزنه به بحثای نگاه این بشر و نگاه این عاقبت اقوامی که اومدن زمین رو محل استقرار در نظر گرفتن. بعد همینو اگه برید جلو، من خیلی نمیخوام فعلا، فقط میخواستم صرفا منباب یک نکته و تذکری که خوبه که ما در کنار این بازی ها، خب برای اینکه دوچار اون وهم نشیم، اون وهم القا شده از سوی بازی به ما، چون نهایتا ممکنه این اثر رو بذاره، یعنی اگر من خودم نرم دنبال این که ببینم این بالاخره وهم بود یا مبتنی بر یک قوه عقلی بود، مبتنی بر عقل بود و فقه بود، اینجا این وهمه تأثیر میذاره بر من. من پیشنهادم اینه که یه وقتایی، حالا بعضی سوره ها توی قرآن جالبه، مشخصا سوره های تمدنی هن. حالا اگر سوره روم رو با این نکته بخونیم که میگم مثلا اون آیه زهر الفساد و فل بر و البحر به ما کسبت عید الناس، این تو سوره مبارکه روم هست، و آیاتی که دوباره اونجا میگه و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم، خب ما بحث اختلاف زبان و اختلاف رنگ رو داریم توی اقوام قبایل مختلف، اینها همه یه سری نکاتی که میشه از منظر تمدن سازی بوده هم نگاه هستی شناسی و هم از نگاه جامعه بیایم این سوره رو بخونیم و مؤلفه‌هاش رو بسنجیم. اما یه سری سوره هستن که من پیشنهاد میدم اینها رو مطالعه کنیم، سوره مبارکه مثلا شعرا، سوره شعرا اصلا داستان اقوامه و کنشگری پیامبران، یعنی هر پیامبری اومد به اقوام چی، به اون قوم مربوطه چی گفت، اگر صالح اومد به قوم خودش که میشد ثمود چی گفت، قوم هود که میشدن عاد،
همینطور خود فرعون، موسی اومد به فرعون چی گفت، بعد شعیب اومد به قومش چی گفت. تک تک این اقوام و اون نسبتی که پیامبران اومدن و تحذیر و تنذیری که دادن این توش هست. سوره مبارکه هود، سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه یونس و سوره روم، این 5 6 تا سوره سورهایی هستن که خیلی سرگذشت اقوامو داره قشنگ نشون میده و اگر ما با این نگاه بریم سراغش، به نظرم تا یه حد زیادی اون نگاه یک نگاه حقیقی میشه، یعنی دچار اون توهمه نمیشیم، یک فرضیات متوهم. خدا کاملا با حساب کتاب و با یه دقت‌های عجیب غریبی که ما واقعا بعضی موقع از قوه وهم و یا حتی فهم ما بالاتره و باید به یک درجه از عقلانیت و تفقه رسیده باشید که بفهمید که خدا داره با چه ظرایفی تو آیات قرآن صحبت میکنه و داره به چه چیزهایی اشاره میده و تأکید میکنه و میخواد ما از اینا عبرت بگیریم. بابا همه چی حساب کتاب داره، همینجوری عذاب نمیاد، همینجوری نمیدونم زلزله و نمیدونم همینجوری سیل و این اتفاقا نمیفته، اینا همشون روی یک سری اتفاقات کاملا جمعی اصلا مبنای عقلی داره، بله، و مبتنی برای یک سری رویه های غلطیه، رویه های جاهلانه که الان هم شما دارید میبینید به وفور وجود داره دیگه، یعنی تمدن غرب که در واقع میشه تمدن روم دو، یعنی همون رومی که توی قرآن بهش اشاره شده، این تمدن روم جدید، میگن جنگ سرد جدید، بله. تمدن روم جدید، روم جدید این در شرایط فعلی داره همون مسیر رو میگه تمدن روم قبلی رفت، قدیمی رفت، که اون برای خودش پومپئی ساخته بود، اومده لاس وگاس رو ساخته و اینجا میاد توی این بازی نشون میده که آقا پومپئی اگر براش یک اتفاق اونجوری افتاد، این بالاخره نامهربونی طبیعت بود، که شما میدونید که آقا این آتش سوزیه که همین توی ایالات متحده توی هاوایی اخیراً اتفاق افتاد و مردم پرید بودن توی آب برای اینکه نجات پیدا بکنن از اون شرایط، خب شما میدونید تو اون جزایر داره چه فسق و فجوری اتفاق میفته، بله، و این عذابه و میگن نه یا آتش سوزیه، خودشون میگن وایلد فایر، یعنی میگن این آتشش آتش معمولی نیست، فایر نیست، وایلد فایره، آتش وحشیه. این آتش چطور وحشی شده؟ شما خودتون حس کردید این وحش چرا وحشیه؟ چون بله. شما وحشی دارید برخورد میکنید، شما دارید متوحشانه برخورد میکنید، شما دارید مبتنی بر عقلانیت عمل نمیکنید، مبتنی بر جهل و وهم، کاملا مثل حیواناتی که قوه واهمشون فعاله وحشیانه برخورد میکنید و به هیچ چیزی پایبند نیست. خب این آتش هم به هیچ چیز پایبند نیست، اون نمای اعمال شماست. خب اینها رو شما میبینید که توی بازی کاملا کارگردان بازی گرفته و خب ما باید توی بازی وقتی میریم به این موارد توجه بکنیم. بله.